سلام دوستان، کیمیا هستم و به چنل کیمیکس ریاکت خوش اومدین. سلام بچه‌ها، خوش اومدین. خب توی ویدیو اومدیم به موزیک دارم میام از پوتک ریاکشن بریم. هیجان زدم، خیلی وقت از پوتک ریاکشن نرفتیم. البته موزیک ویدیو هم هست، نه فقط موزیک ویدیو. بریم که موزیک ویدیو از پوتک داشته باشیم. یس. فقط قبل از که شروع کنیم یادتون باشه که حتما اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید و اگه ویدیو دوست داشتید دوستاتون شیر کنید. بله، و اگر دوست داشتین که با من در ارتباط باشین میتونید من توی اینستاگرام دنبال کنید که آیدی رو اینجا میذارم و لینک مستقیما توی دیسکریپشن. اگر هم دوست داشتید که با من در ارتباط باشین میتونید منو توی اینستاگرام فالو کنید که اسمش رو اینجا میذارم و لینک مستقیما توی دیسکریپشن. و در نهایت اگر دوست داشتین که بیشتر با هم آشنا بشید و ویدیوهای بیشتری ازم ببینید، ویدیوهای فان، چالش‌های بالا، کلا ویدیوهای خودمونی تر، میتونید توی کانال اصلی منو دنبال کنید که آیدی رو اینجا میذارم و لینک مستقیما توی دیسکریپشن. خب دیگه بریم که شروع کنیم. سایت پیش بینی بود اولو بکنم اون اسپانسر ویدیوش، فکر کنم اون سایت پیش بینی است احتمالا، نمیدونم. باشم باشم تا این آخر سر بگی یکی بود با هم تا اون بالا کنارم. سخته بش که دلیل هم رفتم شد انگاری من یا تو تا عشقا تو ببارم. یکی بود عاشق من، منم از صمیم قلب عاشق اون. هر روزو با هم بودیم، چشامون بدون هم میشد کاسه خون. همه زندگیمو میدادم واسه اون، اون پام وای میستاد تا پای جون. نمیشد به کسی دیگه دل بدیم، عشقم بود سر تیتر زندگیم. خاطرات خوبی ما کنار هم بودیم، یه پیکسل مینداختیم به یاد هم زود. همه چی عوض شد در عرض یک هفته، یکی بود یکی نبود، من هستم اون رفته. بهش التماس میکردم فقط با شده بده، اون بدون تو پلن ادامه راشو نزده. این درسته زخماتو به کسی تو ندی نشون، چون همونی لگت میزنه که جاشو بلده. اصلا انتظار نداشتم که همچین چیزی رو بشنوم. یا آهنگ عاشقانه تور، نمیدونم، توی رپ یه خورده انگار جایگاه این ترک ها، این کارا کم ارزش شده، ولی این کار خیلی دوست دارم من این کارو. چاق ویدیو با کیفیتیه، واقعا ویدیو با کیفیتیه و دوست دارم بدونم که داستانش چیه. فکر میکنم که پوریا یه چیز باحالی ساخته باشه از این، همونطور که تکستش هم دیدیم همه الان خیلی باحال بود. فقط فکر میکنم که اون آدم اولی که خوند که نصر بود، فکر میکنم اسمش یه خورده زیاد فرایداش، وگرنه به جز اون از نظر خوندنم به نظرم اوکی بود. اولین باره که از نصر شنیدم واسه همین گفتم. و اینکه توی موزیک ویدیو اون تیکه چی شد، یه لحظه دختر اینجوری زد بیرون، پسری گرفتش، نمیدونم دقیقاً، ولی خب حالا بریم گوش کنیم، دوستم جریان داستانی موزیک ویدیو رو هم ببینم. حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچ کی تو. خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو. اولین بار که کم میاری باش میجنگی، دومین بار میریزی تو خودت میگندی، سومین بار میشی یه آدم بی احساس، آخرین بار برات مهم نی میخندی. حالا همه میپرسن که چی شد که دلیل هر چی رفتن تو میخواستم باشی برام تا یه مسئله توفان منم آباش بگذاره روزم نگران نباش آرمو به سخت شد به من ته یک گام جان این سهم من از اسم. فکرم جریانش اینطوریه که حالا دختره به هر نحوی از دست رفته، بعد پسر ناراحت از این موضوع نمیتونه تحمل کنه آه. که از دستش داده. بعد ببینیم که به چه نحو دست رفته. به همش داره دختره رو میبینه. منم فهمی کنم همون این که به چه نحو دست رفته. تو ویدیو میفهمیم. ویدیو خیلی با کیفیت آره خوشم. آره. این سهم من از اسمت سیر دلم از این دنیا، منم و یه کوله بار رویا،
بی تو امیدی نیست به فردا، شدم یه آدم گوشه‌گیر تنها، چیزی نمیخوام جز یه اتاق تاریک، یه موسیقی بی کلام، یه سیگار باریک، یک فنجون قهوه به تلخی زندگیم، یه خواب به آرامی، یک مرگ فانی. بعد تو درد ناتمومیم، بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم. راستی جلومو نگیر، بذار بیام پیشت، بی تو این دنیا بمونم که چیشه. میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوع شه، بعد صبحی که جایش با سیگار شروع شه. شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم، ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم. آماده کن خودتو که دارم میام، یه بطری ویسکی، یه پاکت سیگار، تصمیمم قطعیه، تناب به دیوار، این دنیا پذیرای من نی با روح بیمار. روزای خوب و خوشمون شد تمام، ولی من به فکر تو هستم تو هر زمان. دارم میام پیشت، یک کلام، خداحافظ دنیا، عشقم سلام. چقدر احساسی. فقط یه چیزی رو دقت میکرم، پوریا روی تورت فرنگی نشسته داره میخونه. جدی؟ من اصلا به این قضیه دقت دستشویه نگاه مثلا، حالا باید با یه دکوری نفکر هم صندلی این کوتاهه. نمیدونم، آهنگای خیلی احساسی که مثلا خیلی احساسی هم، مثلا این الان انقدری احساسیه که مثلا اینجور صحبتهایی که مثلا طرفش رو از دست داده نمیتونه تحمل کنه، میخواد خودش مثلا اونقدر شدیده که تو ویدیو میبینیم داره توهماتش هم میبینه. آره توهماتش رو میبینه و مثلا میخواد از این دنیا بره. من آدم این مثلا من حس میکنم اگه نظرمو بگم شم مثلا، خب چون من آدم بیشتر منطقی هم و بیشتر با خودم همیشه اینجوری هم که هر اتفاقی بیفته آدم بعد مثلا سعی کنه خودش رو جمع جور کنه، به زندگیش فلان کنه، ولی در حالتی هم آدما وقتی که یه اتفاقی واسهشون میفته و خیلی ناراحتن و خیلی احساسیان، این موزیکا میتونه خیلی تسکین باشه واسه دردشون. همیشه شادی و خوشحالی و منطق جواب کار نیست، بعضی وقتا خود غم، خود گریه کردن. آره آره اینو میدونی توی اینساید اوت، آفرین، اینو توی اینساید اوت به زیباترین شکل ممکن میگه. آره ولی خب مثلا فهم میکنم اینجور موزیکایی که مثلا سعی دارن با احساسی بودن حال یکی رو خوب کنن، بهتره که مثلا، حالا این نظر منه، ولی بهتره که یک کمی حرفای خطرناک نداشته باشن، چون واقعا بعضی هستن که سر این موزیکا فازشون بیشتر میشه و واقعا یه کاری دست خودشون میدن. گلومی ساندی توری. آره به نظر من واقعا نیازه بعضی وقتا هم چیزه، ولی خب خیلی بهتره که همونطور که میام میگه یه خورده چه خطرناکش نباشه، که توی موزیک ویدیو هم زیاد نبود، خیلی بدتر از اینشو خیلی ها میگن. در کل ترکیب باحالی، یعنی موزیک باحالی عذاب در اومده، موزیک ویدیو هم همینطور. آره میام پیشت، یک کلام، خداحافظ دنیا، عشقم سلام. بند خدا بدنش چیش بده؟ بدنش بکنم سوخته. آخه میخواستم باشی برام تا یه مسئله بگم. نصر اصلا تا الان ندیدیمش، نمیدونم این ایشون خودش نصر یا بازیگره، نمیدونم، چون که پوریا رو میبینیم داره میخونه ولی ایشون فقط داره بازی میکنه. این همه توفان من اما اش بگذره روزم نگران آرمون به سخت شد به من ته یکان تا این سهر من ازه با ایده موزیک ویدیو موافق نبودم، ولی مثلا آره، ولی کار با کیفیتی بود، موزیک ویدیو با کیفیتی بود. شاید بتونم فقط به ایده موزیک ویدیو ایراد بگیرم. توی تکست چیز عجیب غریبی نمیگفت. چرا؟ یه جایش که میگفت خداحافظ دنیا، عشقم سلام، باز اون حالا چیز عجیب غریبی هم نیست، موزیک ویدیو دیگه تصویر داره میکشه یه صحنه رو. یه خورده باش موافق نیستم، به جز اون کار خیلی با کیفیتی بود و کلی لذت بردیم از این و مطمئنم که حرف دل خیلی هست و توی اون شرایط خاص حال دلشون رو بهتر میکنه. آره دقیقاً من با افهمین موافق بودم. به نظرم کلا موزیک خفنی بود، قوی بود هم چیش، فقط اگر که اون جنبه دارک مثلا فهم کنم حتی بشه بهش گفت تاکسیک، اگر اون جنبه رو نمی آورد
شاید بهتر می بود، چون خب به هر حال یه آدینسی هستن که اینو گوش میکنن، برای یه خورده مراقب بود که دقیقاً چه کانتنت میاری توی اون موزیک ویدیو. ولی در کل همه چیه موزیک، از رپ کردن پوریا تا کیفیت موزیک ویدیو و کلا ترکیبش با اون تیکایی که نصر میخون و کلا همه چی سرجم موزیک خفنی بود و مرسی که این ترک رو به اون معرفی کردین. ولی خب این ویدیو دیگه تمومه، خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما یادتون که لایک کنید و شاید ما سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید دوستاتون شیر کنید. ترکای خفن دیگه پوتکو حتما توی کامنت ها بهمون بگین، ما همه کامنت های شما رو میخونیم و خیلی درخواست از موزیکا بالان، ما به همشون به ترتیب میرسیم، فقط که ما صبور باشین و حتما ترکای مورد علاقتون رو توی کامنت ها واسه ما بنویسید. و امیدوارم شب و روز خیلی خوبی داشته باشین تا ویدیو بعدی. خدافظ.